این است دموکراسی، این است آزادی. این شام برن خبر به پرزیدنت رسانند که ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. خدا به انسان های متکبر و مغرور و کافر خطاب میکنه، ای انسان مغرور، چی تو رو فریب داد که از خدای خود دور شدی استادی؟ همون خدایی که تو رو از دو قطره آب نقاشی کرد و صورت کشید کرد و زیبا کرد و تو به دنیا آورد. اگر میخواست صورتی سگ میکرد، اگر میخواست مثل اون کودکی که دینه در ارگنتین تولد شد نگذی تا آب رامدن یک تن دو سرود میکرد، از دست تو چی میامد؟ صورت زیبا داد، کاش چشم سیاه و داد. فی ای صورت ما شاء رکبک. چو این خدا رو با نمیشیند، چو با این خدای خود جنگ اعلان کردی؟ خدا قرآن رو گفتی صدا اینه، وقتی که به دنیا آمد باید اول نام همون خدا را شنوه، الله اکبر. گفتی سعدی بزرگوار، دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است در آب صورتگری؟ یا الله، آب در نقاشی کاری هر کس نیست، الله هست، الله هست، خدا هست که دو قطره آب در رحمی خردکه که مادر در اون جایی که نه چراغ است و نه پروژکتور، در اون جایی که نه پرده سفید است و نه کاغذی سفید، نه روشکه است و نه قلم، نه پلماستر، صورت کشش میکنه. چشم در جای خودش، کاش در جای خودش، گوش در جای خودش، دهن در جای خودش. یا الله، یک تشنا تغری نمی بیا. یا الله، دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرد است تو بر آب صورت گری؟ بنابر باید نام این خدا را شنوه، الله اکبر. فایده از آن عزیزان من این است که پیغمبر خدا میگن کودک نوزاد و وقتی که تولد شد در گوشش از آن گویم، از ضرر جینها ایمین میمونه. امروز کسلی های روحی ببینی سر تا سر قریب جمهوری ما فرا گرفته است. هر روز یعت دوت دیوانه مسجد ما میبیا. برای خاطر چیست؟ برای خاطر یعنی که اذان از خانه های مسلمان ها گم شد. اذان در گوش نوزادهای و در تولد خانه تولد میشید، اول کلمه که میشنو یا تو مهمت عزبانی خوهرهای شفقت، اذان نیست. با کش میشه کسلی چی روحی، با میشه کسلی دیوانه، با میشه کسلی جنوره، با میشه کسلی پریپادکه. این است من که امروز ای مسیطا هم از آنامانو من کردین. پگه صاحبی از آنو پیش ده چی میگویم من کننده؟ خدا پگه اینا رو میپرسه که چو صدای منه، الله اکبر من کردی، چی میگویم من نمیدانم اینا چی میگفت باشن. در پیش یک حاکمایی که مثل خوشان یک انسانی ضعیفن جواب دادند، دهنشان پیش نمیره، در پیشگاه خالق آسمان و زمین چی میگفت باشن من نمیفهمم. از همه شما خواهش میکنم که همتان در خانه ها نوار معراج داره، در جمعه هایی که سالای پیش ما صحبت داشتیم، اگر نداشته باشه در سایت اینترنتی ما درای خصوصا موضوع معراج گیره گوش کنه، تا اینکه عقیده شما در باب معراج مستحکم شود. و بازم میگم امروز دشمن های اسلام بسیار حرکت دارن شما را و فرزندای شما را از اسلام جدا کنن، از پیغمبرتان جدا کنن، از قرآن جدا کنن. الان اگر یگان توی رقص و بازی میشد در اینجا میکروفون ممکن بود تا ساعت 3 شب میزدن کسی کار نداشت، اما به خاطر قرآن و حدیث رسول اکرم اجازت نیست رادیو مونن. این است دموکراسی، این است آزادی. این شام برن خبر به پرزیدنت رسانند که بنا به عزیزان من گوش اندازه معراج تماشا کنه. برای آن تاکید میگه این مسئله عقیده است. شاید یک کس شما رو درباره معراج میپرسه، از روی نادانی تا میگه دروغ است، والله میشه کافر، میشه زناتان طلاق، میشه از ایمان جدا. خدا و عذر قبول نمیکنه. شما فردا در پیش جای خدا نمیتونه گویه که من نفهمیدم و ندانستم. اینو خدا قبول نمیکنه از ما. هر مسلمان وظیفه داره جستجو کنه یا به احکام دین شهادت خود کنه. بنابر سایت ما در الحمدلله در باب معراج من چند سال پای در پای صحبت مفصل دارم، ایشان ملا محمود جان داره، همون یک بار بچه ها تان قدی گوش کنه. والله من غمی مسلمانی تانو میخورم و الا همه شما هم که دوزخ روه به خدا زیان نمیرسه. خدا به حضرت موسی گفت
که ای موسی این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. ای موسی اگر با تمامی بنی اسرائیل تو کافر شویم با من زیان نمیرسه، ما هم امتی محمدی همه آدم کافر شویم با خدا زیان نمیرسه، لیکن باید ما بیدار شویم، ما باید دین ما نشناسیم، عقیده ما ندانیم که پگه آتش دوزخ ما طاقت نداریم. والله این کامل بگزاده ها ناتغری بگوین، زنده شدن هست، جواب دادن هست. او خدای حکیم که این عالم با این عظمت آفرید، خیال میکنه که کامل زنده نمیکنه، خیال میکنه که اینا رو بازیچه آفرید. یک حکومت ضعیف و ناتوان یگان چیز بهوده نمی آفره، یک سیمنزوات بهوده نمی آفره. خدا این موجودات و این بشریت به هیچ آفرید، از اینها یگان غرض نداره. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بنابر معراج گوش کنه، سعد بزرگوار خدا رحمت کنه در بستان شامه فرمایان شب برنشست از فلک در گذشت. تمام کلاسیک های ما، چی سعدی و چی جامی و چی احمد دانش و چی رودکی و فردوسی، همش معراج رسول اکرم بیان کردگی هستند در آثارشان. هر پدر و مادره که بچه شه قرآن خان میکنه، دختر شه قرآن خان میکنه، خداوند روز قیامت بر سر او تاج میگذاره که از دردانه های او نور آفتاب خیره بشه. اون تاجایی که دست پادشاه الیزابت بریتانیا میبینه، ملکه بریتانیا، او تاج چه قیمت داره؟ رسول اکرم ده یک خردترین سنگچه او تاج آفتاب و نورش خیره میکنه. این برای پدر و مادره که بچه چه قرآن خان، البته قرآن خان کردن بچه ها قومای عزیز برای خاطر ملا شدن نیست، ملا شوی کاری آسان نیست، ملا شدن خیلی زحمت میکشه، خوشا به حال پدر و مادره که فرزنداش اهل علم شود. لیکن شما قرآن خان کنه به خاطر مسلمان شدن، قرآن خان کنه به خاطر خدمت خودتان کردن. فرزند قرآن خان پدر و مادرش حقارت نمیکنه، فرزند قرآن خان پدر و مادرش نمیرنجانه، فرزند قرآن خان پیش پدر و مادر راستا میخیزه، فرزند قرآن خان پدر و مادر که بیمار شد برده در به صاحب خانه نمیپرته، بالاش میشینه بیمار بینیش میکنه. من یه ملا ابو بکر میدانم بچی همه که ابن زرمان داده آچیشی چونگل تربیه کردن، نگذاشن در پاشان خار زنن، نگذاشن در بدنشان چنگ شینه تا مردنشانه، مثل خدمتگار در قواتشان راستا بودن. اگر دیگه بچه میبود میبرد در به صاحب خانه میپرچه میرفت ایران خاندنی، برای خاطر پدر و مادرش هیچ جا نرفت دعاش گرفت. این از ثمره قرآن. والله اگر ما از قرآن جدا شویم نمیدانم آینده ما و شما چی. خوب معلوم است آینده ما چی بشه، آینده غرب. ببینید مثل به صاحب خانه زیادی ساختیان نه همون جست جایی من و شما دیگر. بنابرای بچه هاتان قرآن خان کنید.